برگزاری نشست هماهنگی میان اداره‌های مربوط ریاست الوزراء و ریاست رئیس الوزراء در ارگ. محمد حسن آخان در این نشست از برخورد دوگانه جامعه جهانی به مسائل حقوق بشری انتقاد کرده و گفته که جهان ظلم‌های کنونی بالای مردم فلسطین را نمی‌بیند و زیر نام حقوق بشر به دنبال بدنام کردن نظام اسلامی است. جهان ظلم‌های کنونی بالای مردم مظلوم فلسطین را نمی‌بیند و زیر نام حقوق بشر دنبال بدنامسازی نظام اسلامی می‌باشد. در این زمان حساس حفاظت از اسلام و دین تنها به دوش ما قرار گرفته. چشم تمام جهان اسلام به سوی ماست و این یک مسئولیت الهی است. او از همه مسئولان دولتی خواسته است که به خاطر بقا و تقویت نظام اسلامی مسئولیت‌هایشان را به گونه درست انجام دهند. ادارات متوجه مسئولیت‌های خود شدند و همچنان به تقوا و دیانت فراخوانده شدن و گفته شد برایشان که ما زمان میتونیم یک حکومت درست و اسلامی را در جامعه پایدار داشته باشیم که همه منتظم به احکام اسلامی و احکام شرعی باشیم و به گونه یک مسئولیت به کارهای خود بنگریم و به ملت خود خدمت. رئیس الوزراء همچنان تصریح کرده است که به منظور انجام بهتر امور همه متوجه مسئولیت‌های خود شده با مراجعه کنندگان برخورد نیک داشته و به کارهای آنان به موقع رسیدگی کنند. رئیس الوزراء در این نشست به منظور انجام بهتر امور به همه هدایت داد که متوجه مسئولیت‌های خویش باشند، همه باید به مراجعین برخورد نیک نمایند و کار آنها را باید به موقع و بدون موانع و تأخیر انجام دهند. آگاهان هم باور دارند که پیشرفت کشور به تعهد و تلاش مسئولان دولتی وابسته است و باید کارهای ادارات دولتی تسریع شود تا به مشکلات مردم هر چیز زودتر رسیدگی شود. کار اهل کار ته وسپارل شي او په لویه کې د شایسته سره راوستلو سره د ښې حکومتوالۍ د مسؤولانه حکومتوالۍ او په لویه کې د داسې یوې حکومتوالۍ سپهغه کې خلک خپلې ستونزې خپل کړاو خپل مشکل هغه پکې حل وویني. رئیس الوزراء همچنان از مسئولان ادارات خواسته است که در انجام کارهایشان از عدالت و احتیاط کار گرفته و به حفاظت از بیت المال توجه جدی داشته باشند.